الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الرسل محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، صدق الله مولانا العظيم. بزرگان معزز، جوانان ارجمند، برادران مسلمان، هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند چیز در پهلوی دین زیر عنوان نیازمندی های انسانی به شکلی بسیار فشرده از آن چند چیز نام برده بودیم. دین، حیات، یعنی زندگی، که علمای اصول فقه را به عنوان نفس عنوان میکنند، و همچنین نسل و یا نسب، و همچنان عقل، مال، حریم. حریم برابر است که خانه انسان باشد و یا کوچه انسان باشد و یا قریه انسان باشد، ولایت انسان باشد، کشوری انسان باشد. کلمه حریم عام است. این همه از جمله مسائل هست که به خاطر حفاظت آن و حراست آن و دفاع آن شریعت برای انسان اجازه داده است که تا از دین خود دفاع کند، از حیات خود دفاع کند، از نسب خود دفاع بکند، از عقل خود انسان دفاع بکند، از مال خود دفاع بکند، از حریم خود دفاع بکند. جمله بعدی عقل بود. دوستان عزیز، عقل از دیدگاه اسلام گوهری بیش قیمتی است که میان انسانیت و حیوانیت تفکیک می کند، و عقل از جایگاه خاصی برخوردار است. تا به وقتی که یک انسان عاقل نشود، او صلاحیت ندارد که مسئولیت های شرعی و یا مکلفیت های شرعی به او متوجه شود. اساس تکلیف انسان یا مکلفیت انسان یا مسئولیت های انسان عقل است، و همین لحاظ است که تا به وقتی که یک طفل عاقل و بالغ نشود، از بسیار مکلفیت ها معاف است. اگر یک طفل کسی را به قتل می رساند، در برابری به قتل رساندن از او قصاص گرفته نمی شود، چون مکلف نیست. بلی، دیت بر بالای اقارب طفل واجب است که بپردازند، اما چون طفل است بالای از او. چرا؟ به خاطری که فاقد عقل است. و همچنین یک دیوانه، انسانی که عقل خود از دست داده است، دیوانه است، مکلفیت شرعی ندارد. بالایش نماز نیست، روزه نیست، بالایش حج نیست. اگر کسی را به قتل میرساند، در برابری از او مجازاتی بدنی نیست، از او قصاص گرفته نمیشه. اگرچه به مثل که در طفل گفتیم، بالای اقارب انسان مجنون وقتی که کسی را قتل میکند، دیت لازم است که برای ورثه مقتول بپردازند، اما مجنون حبس نمیشود، مجازات بدنی نمی شود، مجازات تعزیری نمی شود، چون مخاطب نیست، مکلفیت ندارد. و همچنین دیگر کسانی که در حکم طفل و یا مجنون می باشند، از مکلفیت های شرعی معافند. دوستان نهایت عزیز، مسئولیت انسان در برابر عقل چیست؟ یک، وقتی که الله به تو عقل داده است، این عقل باید سیقل شود،
تقویه شود. در آنچه که باعث رشد، ارتقا، تجلی، تقویه و سیقل شدن عقل می شود، ما مکلفیت داریم. در قدم اول تقویه علم، در روشنی علم و تقویه عقل با روشنی علم و معرفت. یک انسان خیلی عقل دارد، خیلی، ولی با کمال تأسف بی سواد است. هیچ کس نمیگه که فلان بی سواد بیارین که در مابین ما و شما فیصله کن، با وجودی که انسان عاقل است. عقل چه تقویه میکند؟ علم و دانش، معرفت. و همچنین در قرآن پاک آیات متعددی وجود دارد که ما مکلف هستیم که تدبر و تفکر بکنیم. تدبر و تفکر چی معنا؟ استخدام عقل در برابر این کائنات بزرگ. ما خود به ذات خود جزی از کائنات هستیم، از یک ناحیه، از یک لحاظ، از یک ملحوظ انسان کائناتی مقصود است، کائناتی بزرگ است، به اساس از این که انسان برای کائنات آفریده نشده است، کائنات برای انسان آفریده شده است. یعنی مطبوع است، مقصود است، بزرگ است. از ناحیه دیگر، از نظر وجود فیزیکی، انسان کائنات خرد است، کوچک است. اما وقتی که چشم بکشیم و عقل به کار ببریم، در هر ورقی درخت، در هر پرده کائنات، ما و شما قدرت الله جل ذکره را به چشم ظاهر و به چشم عقل مشاهده میکنیم. اینجا است که وقتی که الله جل ذکره از عجایب کائنات، از قدرت خود، از خلقت کائنات و از تسلط الله جل ذکره بر همه کائنات و اراده مطلقه خود، وقتی که در قرآن رب العزت صحبت میکند، در نتیجه کسانی که صاحبان عقل سلیمن ایشان را متوجه میسازد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. در آنچه که ذکر شد از خلقت الله که کائنات خلق کرده است، منظم ساخته است، دلایلی است بر وجود خداوند و قدرت الله جل ذکره برای قومی که عقل دارن، تعقل میکنن، یتدبرون، تدبر میکنن، یتفکرون، تفکر میکنن، یعلمون، علم دارن، دانش دارن. پس وقتی که این گوهری بیش قیمت باعث سعادت دنیا و آخرت انسان است و ما مکلفیت داریم که را سیقل بتیم، تجلی کند در وجود انسان، در جانب دلائل شرع و یا نصوص شرع و شریعت قوی ترین وسیله برای تقویه ایمان انسان باشد. اینجاست دوستای عزیز که ما مکلفیت داریم که عقل باید حفاظت بکنیم. یک انسان عاقل در مجالس انسانهای ناخرت نمیشیند. یک انسان عاقل با گروهی که از عقل بیرون است سر و کار ندارد. بلی مکلفیت دارد که دعوت بکند، اما هر وقت یک انسان عاقل و دانشمند نمیبینی که در دار المجانین با مجانین یا دیوانه ها ششته وقت خود ضایع میکند. و همچنین از مکلفیت انسان است که عقل حفاظت بکند، به این معنا با تناول اشیای یا مشروبات الکولی و مواد مخدر و آنچه که باعث تضعیف عقل می شود، آنچه که باعث مخدوش شدن عقل می شود، معطل شدن عقل می شود، جلوگیری بکند. اینجاست که شریعت اسلام در برابر عقل، یعنی ارتکاب تناول اشیایی که باعث فساد عقل می شود، مجازاتی را تعیین کرده است که ما در اصطلاحات فقه اسلامی و قانون جزای اسلام حد شرب می گیم.
کس شراب می نوشد عقل خود از دست می ده. شراب تحریم شده است، شراب در قرآن تحریم شده است، شراب به حیث یک نجاست معرفی شده است. رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، خودداری بکنین. چرا؟ شیطان می خواهد به سببی همچنین عملی نادرست که شما عقل از دست میتین، در مابین شما دشمنی، عداوت، خصومت ایجاد بکند و همچنین منع کند شما را از ذکر پروردگار. یک انسانی که نشه است هرگز خداوند ذکر نمیکند. و عن الصلاه، و از نماز، از عبادت. فهل انتم منتهون، آیا باز آمدید؟ دوستای نهایت عزیز، اینجا هست که عقل در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است و هر انسانی که بخواهد که به عقل تو تجاوز بکند، تو حق داری که دفاع مشروع بکنی از عقل خود. حق دفاع مشروع اسلام به تو داده است. قدمی بعدی، حیات. حیات یکی از جمله نعمتهای بزرگ پروردگار است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله تعالی بیرون کرد شما را از بطن مادرانتان. الله جل ذکره در قرآن پاک در مورد حیات یک نعمت بزرگ و یکی از جمله موهوبه های الهی است برای انسان در چندین آیت تذکر داده است. پس این حیات، بلی، از یک ناحیه حقی مسلم انسان است، از یک ناحیه حیات حقی مسلم انسان است که از او استفاده بکند. از ناحیه دیگر انسان نمیتواند که در حیات یا در زندگی خود دستی باز داشته باشد. به این معنا هر قسمی که بخواهد در این تصرف بکند یا در حیات خود تصرف مالکانه بکند. من چند مثال خدمتان ذکر میکنم. یک کس حق ندارد که خود بکشد به هیچ وجه. چرا؟ خود کشتن و دیگر را کشتن هر دو مساوی است. یک کس حق ندارد که در وقتی که یک انسان در حالت هلاکت است، یک انسان در حالت هلاکت به این معنا که به قلب ضرورت دارد، قلبش فعالیت خود از دست داده، و یک انسان میخواد که قلب خود به کسی بفروشد، حتی ببخشد، حق ندارد. این مالی پدرت نیست که به تو به میراث مانده باشد. در حالی که در قاموس و در جهان غرب حق حیات یک حق شخصی است. فلانی خود کشت، خود کشت، اختیارش، خود کشت و کشت. در اسلام تو حق نداری، تو در برابر این حق فقط استفاده میکنی از این حق، استفاده مشروع. انرژی که خداوند برد داده است، او انرژی را در راه نامشروع اجازه نداری به کار ببری. از حیات، از قوت، از قدرت، از سلطه خود سوی استفاده کردن نامشروع است. فقط و فقط این موهوبه الهی که حق حیات است، تو میتونی که مطابق فرمان مالک حقیقی از او کار بگیری. تو نمیتونی که به این دستی که جزی حیاتی توست یا جزی اعضای بدنی توست مرتکب ظلم شوی، به این چشم مرتکب شی ناروا شوی، این پا به طرف ظلم حرکت بکند و این اعضا در جنایت و جرم استخدام شود. نه خیر، بلکه اعضا به خاطر حفاظت بدن است و میتوانی که به دست خود کار خیر انجام بدی. این دست باید یک دست نافع باشد و خاطر منفعت خود و جامعه انسانی باید این حرکت بکند، نه به خاطر ضرر. لا ضرر ولا ضرار. در اسلام نه ضرر رساندن مجاز است و نه پذیرش ضرر. اینجا است که این حق، استفاده از حق حیات، دوستای عزیز، حق مشروع هر انسان است. و بناءً برمیگردیم به موضوع حق دفاع مشروع. یک انسان بالای تو تجاوز میکند و تو میگی بسیار خوب،
من در خدمت هستم، اگر مرا بکشی هم من حرفی ندارم. و بالاخره تو را کشت، تو خود شریک جرم هستی، تو خود شریک جرم هستی. توانی دفاع را داشتی از خود؟ بله. چرا دفاع نکردی؟ اینجا هست که خود شریک جرم هستی، در از بین بردن خود خودت دخیل هستی. خب اینجا سوال مطرح می شود که چطور یک انسان دیگر تو به خاطر حفاظت خود بکشی؟ دوستای عزیز، فرق است ما بین هر دو انسان و ما بین هر دو نفس. اون نفس متجاوز است، همزمان به تجاوز عصمت خود از دست داد. این نفس معصوم است، مورد تجاوز قرار گرفته است. وقتی مورد تجاوز قرار گرفته است، شریعت برش حق داده است که در برابر متجاوز از حیات خود دفاع بکند. اما برای این دفاع اسلام عزیز شروطی را وضع کرده است. اولا تجاوز بالای انسان منجر به قتل انسان شود. اگر لت و کوب است، تو نمیتونی که به خاطر لت و کوب یک انسان بکشی. تو را لت و کوب میکند، میتونی که در برابر لت و کوب از خود دفاع بکنی. اگر بالای تو یک سلی وار میکند، حق داره که یک سلی وار بکنی. جزاء سیئه سیئه مثلها، قرآن برات اجازه داده است. اگر یک میگه، یک میگی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله جل ذكره كلام ناشائسته را نمیپذیرد مگر در صورتی که یک انسان مورد تجاوز قرار میگه، با رو عزتی از او تجاوز صورت میگیرد و میتاند که در برابر یک دشنام یک دشنام بده. دفاع مشروع است. شرط اساسی امیست که نباید تنها و تنها تهدید خطری برای لت و کوب باشد. اگر تهدید 100% به خاطر مرگ است، مرد که تفنگچه را گرفت است پیش روی تو استاد است، مگه هیچ امکان نداره که از پیش ما تو خطا بخوری؟ در این صورت تو میتونی که از خود دفاع بکنی. پیش از اینکه بالای تو شلیک میکنه، تو بالای از او شلیک بکنی. رای فرار نداری، رای گریز نیست، کسی نیست که از تو کمک و حمایت بکند. اینجا دفاع از نفس دوستای عزیز واجب است. من شهر المسلمین سیفا فعليهم ان یقتلوه. پیغمبری بزرگوار علیه الصلاة والسلام می فرماید کسی که شمشیر را بروی مسلمان می کشد، بر مسلمانان است که بخاطر دفاع از خود او را نابود بسازند. دیگر راهی وجود ندارد اصلا. بناهن حفاظت نفس، دفاع از نفس بالای انسان واجب است. حیات حق مسلم انسان است. استفاده از حیات در چوکاتی که شریعت ترسیم کرده است حق مسلم انسان است. دفاع مشروع بالای انسان واجب است. دفاع مشروع بالای انسان واجب است. نکته بعدی دوستای عزیز، آبرو عزت است. هر انسان در جامعه انسانی، در جامعه اسلامی دارای جایگاه می باشد. آبرو عزت جزی شخصیت یک انسان است. یک انسان با آبرو عزت انسان تاخت و تاز می کند. شریعت مبارکه برای انسان اجازه داده است که از آبرو عزت خود دفاع بکند. همان طوری که تو از حیات خود دفاع می کنی، از آبرو عزت دفاع میکنی. حتی اگر کشته میشوی، در وقتی که تو از حیات خود دفاع میکنی و موفق نشدی، قاتل تو را مظلومانه به قتل رساند، شریعت قصاص واجب کرده است که قاتل قصاص میشود. وقتی با آبرو عزت تو تاخت و تاز میشود، تو از خود دفاع میکنی. قسمی که آیه کریمه تلاوت شد، تو اگر خاموش می باشی، بس اوقات امکان دارد که خاموشی به خیرت باشه، جانبی مقابل پشیمان شود، معذرت بخواهد. بس اوقات
امکان دارد که خاموشی به ضررت باشد. جانب مقابل انسانی لجوج است، فکر میکنه که تو یک انسان بی‌غیرت هستی، از این حلم و بردباری تو سوء استفاده میکند. اینجاست که این قرآن است، انجیل نیست. که اگر به سلی بر روی به طرف رخسار چپت اگر کسی وار میکنه، رخسار راست خدا پیش کن. نه تو این طور نیست، این قرآن است، این دین عزت است. یک انسان وقتی که با آبرو عزت تو تاخت و تاز میکنه، تو میتونی که از خود دفاعی مشروع بکنی. حتی شریعت مبارکه اسلام، حد قذف که در قرآن صراحتا ذکر شده است تحت عنوان 80 شلاق، به خاطر حمایت آبرو عزت انسان است. حد قذف یک انسان برابر است که زنی مسلمان پاک دامن و یا مرد مسلمان پاک دامن را نسبت عملی نامشروع را به امید، در حالی که بی خبر است. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. کسانی که تهمت میبندند با زنان مؤمن در حالی که با آنچ که ادعا میکنند دلیلی ندارند. الله جل ذکره برای حکام مسلمان امر میکند 80 شلاقشان بزنید. یک، و جزاهای طبعی و یا اثر مرتب به همچنین جزا و همچنین فعل نامشروع. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. وقتی که باعثی از این شد که به عزت و کرامت مسلمان تجاوز کرد 80 درش بزنین، در هیچ قضیه شهادتشان را قبول نکنین. کلان ببینین جزای طبعی ما میگیم در اصطلاح قانون، در هیچ قضیه هرگز شهادتشان را قبول نکنین. چرا؟ و اولئک هم الفاسقون، اونها فاسق هستند. ببینید دوستای عزیز، جسامت گناه را ببینید که با یک مسلمان وقتی که انسان عملی نامشروع را تهمت میکند چقدر جرم بزرگ است. و اولئک الا الذین تابوا، مگر در صورتی که توبه بکنند. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به این نظرند که اگر توبه میکنند شهادتشان قبول میشه. و گروهی از فقها به این نظرند که الله جل ذکره می فرماید ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، هرگز شهادتشان قبول نمیشه، هرگز شهادتشان قبول نمیشه. دوستای عزیز، برادران نهایت گرامی، خود متوجه خود باشیم. عاقل هستیم، بالغ هستیم، فهمیده هستیم. چرا بجنگانمان زیر عنوان قوم، زبان، منطقه، به نام چپ و راست تیر شد رفت؟ عفا الله عما سلف. زیر عنوان و چپ و راست به جنگاننمان بس کافی است. در حساس ترین مقطع تاریخ قرار داریم. اول بینمی خاک توکل به نام الله، اینمی خاک و خانه مشترک به دست بیاریم و بعد از او احساس بکنیم که ما واقعا آزاد هستیم. این خاک به دست ماست، اختیاراتش به دست ماست. دستای عزیز، این ملت اگر 5 روز برش فرصت داده شود که در فضای امنیت زندگی بکند، قسم به ذات الله که از یه افغانستان به کمک الله، به کمک الله این ملت جنت می سازه انشاءالله. ولی فرصتشان نمیتن، می جنگاننشان، از تدینشان سوء استفاده، از اخلاصشان سوء استفاده، از خوشباوریشان سوء استفاده، از فقرشان سوء استفاده، از جهلشان سوء استفاده، از مریضیشان سوء استفاده. یا الله این ظالما را تباه و برباد کن و این ملت محفوظ نگاه کن. خداوندا الهی ملت در طول تاریخ نگاه کرده ای، الهی از این بازی های سیاسی و از این سوداگری ها و معاملگری، الهی مشت مظلومی هست که دست به درگاه تو بلند میکنیم. یا الله، الهی اگر در ما بین ما یک اشکی که به درگاه تو قبول میشد به برکت همون اشک،
یک لفظی که به درگاه تو قبول میشد به برکت همون لفظ، یک آمینی که به درگاه تو قبول میشد به برکت همون آمین، الهی وضعیت از بالای ما دور کن. الهی وحدت و یک پارچگی را در چوکات شریعت محمدی و اسلام عزیز بار دیگر برای ملت ما نصیب بکن. دشمنان اسلام و افغانستان را ذلیل بساز. الهی پروردگار دشمنان امت اسلامی را ذلیل بساز. الهی کسانی که با افتخارات ما میخوان که بازی بکنند دستشان قطع بکن. الهی پروردگار این زخمها را التیام ببخش، نفرتها را به محبت مبدل بساز، با ما همت و غیرت و شجاعت و ایمان و وجدان قوی بده که سر پای خود استاد شیم و دست ما به دروازه تو دراز باشد. دست ما نه از دروازه اغیار قطع کن خداوندا. الهی به ما ایمان قوی بده. الهی همه را یک قلب واحد بساز. الهی کسانی که مفتین هستند زیر عنوان قوم و سمت و زبان و چپ و راست بار دیگر میخواهند که ملت ما را درگیر بسازند، دستهایشان قطع بکن، رسوا و ذلیلشان بساز. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.